میدونی گرامی، امروز نهم سپتامبر است که مطابق میشه به 18 سنبله. در چنین روز دشمنان سوگند خوردی مردم افغانستان تصمیم گرفتن آخرین صد مقاومت از پیش روی خود بردارن و دست به جنایت بزرگ تاریخی زدن و رهبر مقاومت مردم افغانستان، کسی که سرسختانه در برابر تجاوز تروریستان وحشی که از حمایت قدرت‌های بزرگ برخوردار بودند، باید این را از سر راه خود بردارن. در ابتدا وقتی که تروریست ها در سال 1994 در پاکستان در همکاری مادمین البرایت و آیسای اینا ساخته شد، اینا پیام های دیگی داشتن، ولی بعدا چهرهای اصلی و نیات شوم از اینا برملاتر شد و بالاخره بعد از اینکه کابل در 1996 به سالام نیروهای دولت جمهوری اسلامی عقب نشینی کردند، تروریست‌های طالب تقریبا بر بیشترین خاک کشور حاکمیت پیدا کردند و بعد از اینکه اینا به کابل رسیدن، کتاب دویم سقوی اسماعیل یون مو به مو تطبیق کردند تا جایی که در توانشون بود. ولی به هر حال گذشته های بسیار خوبی بود. همگی در حالت فرار بودن در 1996 و یکی تیاره می پولید، یکی موتر می پولید، یکی میگفت من ایران میروم، یکی میگفت که من تاجیکستان میروم، یکی یک جای میگفت میروم. در می جیریان در میان یأس، در دنیای ناامیدی، شهید احمد چای مسعود صدای مقاومت بلند کرد و گفت که هر کجایی که میرین برین، ولی من در داخل افغانستان مقاومت میکنم و میر از من به خاطر آزادی وطن خود. او قبلا در مصاحبه با معاون وزیر خارجی امریکا رافائل کلاه خود به زمین گذاشته بود، گفته بود به اندازه کلاه اگر جا داشته باشم من از این سرزمین و از این مردم دفاع میکنم. و چی مردانه و چی جانبازانه دفاع کرد، خون خود ریخت، شهادت قبول کرد، ولی نگذاشت که تروریستان و عامیان بزرگ بین المللیشان به آرمانهای شوم خود برسن. پس افتخار بر چنین رهبری که تعهد کرد و به مو تعهد خود متحد باقی ماند و خیانت نکرد. امروز در تاریخ معاصر کشور اگر شما بخوانین، زیادترین کتاب و زیادترین مقاله و رسانه و فیلم در وصف احمد شای مسعود نوشته شده و ساخته شده و این نوشته ها و کتاب ها را بیشتر بیگانه ها، خارجی ها نوشتن، کسانی که از پیکار هزیم متحیر بودن که چگونه به تنهایی و با دستان خالی در برابر ایولای تروریسم قرار گرفت و جانبازانه مبارزه کرد و نگذاشت که افغانستان به صوبه سرحد پنجم پاکستان مبدل شود. البته خب دشمن دیرین برای ما پاکستان ساختن و ما ولی در کل پاکستان هم وسیله است از طرف جانب کشورهای بیرونی قدرت‌های بزرگ برای تطبیق پلان‌های شومی از اینا. اما چای مسعود اسطوره تاریخ آزادگی و پدیده تکرار ناشدنی بود. هیره ما نمیگه، جهان میگه. 21 سالگرد شهادت قهرمان ملی ما گرامی باد.
و قهرمان ملی ما نمیگیم. لوی جرگی افغانستان در 2003 که مظهر اراده مردم است، ای تصویب کرد که با پاس تمام خدماتی که شهید احمد شاه مسعود در جریان جهاد و مقاومت انجام داد، اینو به عیسی تنها قهرمان ملی کشور اینا عنوان دادن. پس ما نمیگیم، لوی جرگه میگه. مسعود قهرمان در قلب میلیون ها آزاده در داخل و خارج از مرزهای افغانستان جایگاه ویژه دارد و این را فقط آزادگان درک میکنند، هر برده و میهن فروش نه. مسعود سه هدف داشت: مبارزه، کتاب و محبت. این ترکیب از او شخصیت ممتاز و کاریزما ساخت. نامش را در طاق بلند تاریخ نشاند. کار و کارنامه هایش سرمشق را و هاین آزادگان شد و تا قیام قیامت عظمتش قوام یافت. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود امروز در اعلامیه گفته است که پس از 2 دهه بار دیگر مردم افغانستان ادامه و گسترش مقاومت علیه طالبان را در این کشور یک ضرورت شرعی و ملی می دانند. در اعلامیه‌شان آمده که از تمام مردم آزاده و رهروان قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود می طلبیم تا با مبارزات سیاسی، نظامی، اجتماعی، دینی و فرهنگی در برابر گروه نیابتی و تروریستی ظالم و متجاوز برای رهایی مردم کشور از ظلم، اشغال و تجاوز به تقویت و گسترش مقاومت ملی من حیث یک ضرورت شرعی، ملی و تاریخی تلاش کنند. احمد شاه مسعود که برایت دوست و دشمن به عنوان مبارز آزادی خواه شناخته شده است، از چهره‌های درخشان تاریخ معاصر کشور ماست. تاریخی که در دل خود رویدادها و چهره‌های بیشماری را ثبت دارد، اما برای مسعود جایگاه ویژه‌ای را اختصاص داده است، جایگاهی که عامل درخشندگی تاریخ و عامل افتخارات بیشماری است. احمد شاه مسعود از دید ملی و بین المللی انسان برازنده و چند بعدی شناخته شده است. شخصیت‌های مطرح دنیا او را به عنوان فرمانده با تدبیر، مرد آزاده، سرآمد نبردهای گوریلایی، قهرمان جنگ سرد و فرمانده شکست ناپذیر خوانده و همین گونه برخی از کارشناسان هنر جنگ و را هم طراز شارل دوگل، اوشیمین و چکوارا پنداشتند و او در میان مردم افغانستان به عنوان مرد آزاده، محبوب و قهرمان ملی جایگاه ارزشمند دارد. مردم افغانستان در 4 دهه مبارزه آزادی بخش مرهون تلاش ها، زحمات و فداکاری های قهرمانان این سرزمینند که یاد و خاطرات هر یکشان را گرامی می‌داریم. وقت تاریخ افتخارات کشور را ورق می‌زنیم، بی تردید نام پیشواه جهاد و مقاومت و شهید صلح پروفسور برهان الدین ربانی، شهید وحدت عبدالعلی مزاری، شهید ملت حاجی عبدالحق، شهید استاد عبدالقادر ذبیح الله، شهید مطلب بیگ، شهید سید مصطفی کاظمی، شهید جنرال داوود داوود، شهید استاد عبدالصبور فرید، شهید جنرال عبدالرزاق، شهید انجینیر محمد عمر و صدها و هزاران شهید نامدار و گمنام دیگر در ذهن هر یک ما مجسم می شود که برای این سرزمین فداکارانه تلاش و مبارزه کردند و نامهایشان تا بلندای اندوکش و پامیر، تا کوی بابا و اسپینغر، تا ایروند و فرارود، تا البرز و بگوا و تا پایان تاریخ جاودانه خواهد بود. وای سید باقر محسینی نوشته کردند که من احمد شاه مسعود را تنها در تصاویر دیدم. او یکی از بیریا و بی‌تکلف‌ترین شخصیت‌های سیاسی و نظامی در تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود.
از لحاظ روانی هیچگاهی تلاش برای مهم بودن، مهم شدن و برتر بودن را ندارد. میشنود، نظر میخواهد و به دلیل قدرتمند بودن تکبر و غرور در رفتار و مشاهده نمیشود. آنچی میفهمد بر زبان میآورد و آنچی را نمیداند میپرسد. عبادت مسعود یک مسئله ناشی از باور است. نیازی ندارد در آن ریا کند. بزرگی و یک پدیده طبیعی به شمار می رود و لزومی ندارد خودش را مهم قلمداد کند. صحبت و بی آلایش است. خودش را عقل کل نمی داند. مدیریت و به دلیل شخصیت محترمش فرهمند و کاریزمایی است. در جذبه مسعود مسائل درونی نقش پررنگ دارد. برای همین مردم با او به سادگی رابطه عاطفی ایجاد می نمایند و نسل بعد از او را ماندگار می سازد. الگو قرار دادن مسعود و مسعود شدن باید از درون انسان آغاز شود. متحملها و داراها مشعور می شوند، اما اگر ریا و خودنمایی نمایند در دل مردم نمی توانند نفوذ نمایند. آقای صدیق‌الله توحیدی نوشته کردن مقاومت در برابر طالب که 5 سال را در بر گرفت، مسعود را از بعد دیگر معرفی کرد. جنگیدن در برابر گروه انتحاری و آن هم به تنهایی جزء کار مسعود، کار هر فرمانده عادی و سیاستگران دروغگو و بیغیرت نبود. فقط او بود که لشکر جهل و تعصب را زمین گیر کرد. او واقعا قهرمان بود، دلیر، با شهامت و با درایت. مادر گیتی چنان مرد دیگری را نزاییده. امروز که به قبرش بی حرمتی می کنند، گرگسان مردار خاره اند که دیر یا زود در افغانستان مزمحل خواهند شد، اما روی کسان سیاه خواهد شد که از این نعشخواران بی حیا دفاع می کنند. یادتان باشه مسعود تنها بود، افرادش مثل اون نبودن. یادتان باشه مسعود تنها بود، افرادش مثل اون نبودن و نیستن، و اگر نه طالب نمیتوانست بر سر مقبره اون نادره دوران اتن کند. طالب بی ارمتی آن عریم مقدس را نمی کند. در حقیقت کسانی که به نام مسعود معامله کردن، دزدی و چپاول کردن، فساد کردن، آرمان های او را فراموش کردن، القاب معاون، وزیر، رئیس و جنرال گرفتن. امانها سبب ورود لشکر پنجابی ها و ملاهای مزدور به آن دره مردخیز شدند و همین آقایان در حقیقت به مزار آن را مرد بزرگ و آزاده بی ارمتی کردن.